فقط چند روز پس از انتشار گزارش پکن درباره اصلاح سیستم قضایی چین و بهبود وضعیت حقوق بشر، یک گزارش ایالات متحده تصویری دقیقا مخالف آن را نشان می‌دهد. کمیسیون اجرایی کنگره متخصصان کشور چین گزارش سالانه حقوق بشر خود را درباره این کشور در روز چهارشنبه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، جدایی برگزیدگان حاکم چین و عموم مردم در حال بدتر شدن است و حقوق بشر به طور مدام نقض می شود. این گزارش بیان می کند که تظاهرات بی سابقه سال پیش نشانه ای است از اینکه رژیم چین مدام حکومت قانون را فدای ثبات و حفظ وضعیت موجود کرده است. این کمیته که توسط نمایندگان کریس اسمیت و شرود براون ریاست می شود، اظهار داشت عموم مردم یک ناامیدی آشکار و یک بیتابی عمیق به همراه حس عدم احترام پکن به بنیادی ترین حقوق بشر را دارند. جاو چانگ چینگ، یک فعال حقوق بشر، این مطلب را تایید می کند. بسیاری از مردم و کاربران اینترنتی هیچ امیدی به اصلاحات حزب حاکم ندارند. بنابراین برخی مردم در قلبشان خواهان یک انقلاب هستند. به نظر می آید که آنان آرزوی یک اتفاق بزرگ را دارند که در دنیا هرج و مرج عظیمی ایجاد کند. گزارش چهارشنبه به طور مختصر به رفتار بد با اقلیت‌های قومی مانند تبتی‌ها و ایغورها اشاره می کند. همچنین به سرکوب گروه‌های دینی از جمله کاتولیک‌ها، مسلمانان و تمرین کنندگان روش معنوی فالونگونگ اشاره شده است. این کمیته همچنین نگرانی خود را نسبت به آزار و اذیت وکلای حقوق بشر ابراز کرده است. وکلای مانند گاو جیشنگ که در مورد شکنجه‌های شدیدی که پس از انتقالش به یک بازداشتگاه امنیتی متحمل شده بود نوشته بود، در شرایطی که مخالفت و ناآرامی‌ها به مراحل جدیدی وارد می‌شود و معمولاً تبعات خشنی را به همراه دارد، بسیاری از جامعه شناسان نگرانی خود را در ارتباط با واکنشی که مردم ممکن است از شدت ناامیدی نشان بدهند ابراز می‌کنند. مردم به شدت ناامید هستند، ممکن است برای حفظ حقوق و منافعشان به اقدامات شدیدی دست بزنند. بسیاری از راه‌ها بسته شده است که موجب شدت بیشتر کشمکش‌های اجتماعی می‌شوند. نهایتاً فقط می‌توانند از جان و خون و بدنشان برای حفظ حقوق و منافعشان استفاده کنند. کنگره ایالات متحده برای نخستین بار این کمیسیون را در سال 2000 تأسیس کرد. این کمیسیون شامل اعضایی از مجلس سنا، مجلس نمایندگان و دولت می‌شود. اما با این حال گزارش‌ها به عنوان سیاست‌های دولت به حساب نمی‌آیند.